شفا. سلام، یه بار دیگه عید همگی مبارک. میریم که داشته باشیم اولین موشکاف سال 93 رو با یه توپوزی اساسی توفک ولی فقیر. اگه خاطر شریفتون باشه، بنده موشکاف شب عید در یه فقره پیشگویی گفتم که سیدعلی میاد و تو پیام نوروزیش شروع میکنه به نالیدن و زرزر و خرخر. حالا بفرمایید، این شما و این پیام نوروزی ولی فقیه زهر خورده. سالی که گذشت اعلام شده بود که سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی است. حماسه سیاسی به حمد الله در عرصه های مختلف به بهترین وجهی صورت گرفت، هم در انتخابات هم در راهپیمایی های بزرگ. سوت نوروزی رو زدی که حضرت سوت. کدوم حماسه سیاسی؟ آخه پف ملنگ، مگه یادت رفته که چجوری کاندیدات به جون هم افتادن و چجوری از ترس قیام انتخابات رو به کوسه و دنبش واگذار کردیم؟ شاید منظورت از حماسه سیاسی زهرخوری حماسیه ها؟ بگذاریم، حماسه اقتصادی چی شد؟ در باب حماسه اقتصادی کاری که باید انجام بگیرد و توقع بود که اتفاق بیفتد اتفاق نیفتد. گرفتم. سیدعلی بدبخت با دو جمله پنبه سال 92 رو زد. خب وضع درام در سال 92 دستگیرمون شد. حالا بگو ببینم با اون چشمای بابا غوری چجوری به سال 93 نگاه میکنی؟ در نگاه به سال 93 اون چه که به نظر این حقیر مهمتر از همه است دو مسئله است. یک مسئله همین مسئله اقتصاد است و دیگری مسئله فرهنگ. لذا من شعار امسال رو این قرار دادم: اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهانی. چرا این همه لقمه رو دور عمامت میپیچونی؟ به جای این شعاربازی ها بگو آقا اقتصاد درب و داغونه، اوضاع انفجاریه، واسه همین باید قضیه رو صفر بگیریم و الا بوم 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 بوم. خیزی که سیدعلی واسه سال 93 برداشته یه چیزی تو این مایه هاست. سیدعلی بعد از این پیام زهرآلود و پردود پاشد رفت مشهد تا به خیال خودش اقتصاد مقاومتی رو خوب خوب بشکافه. اما خبر نداشت که موشکاف اینجا نشسته تا جای جاش عمامه ولایت رو رو هوا بشکافه. ببینید درباره اقتصاد مقاومتی چی بلغون میکنه. اولا یک الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور ماست، این اون جنبه مثبت. اما منحصر به کشور ما هم نیست. دوم این که گفتیم این اقتصاد درونزاست، اما در عین حال درونگرا نیست. سوم این که مردم بنیاد است اما دولتی نیست، به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیتی ندارد. چهارم
این اقتصاد گفتیم اقتصاد دانش بنیان است، اما این معناش این نیست که این اقتصاد منحصر به دانشمندانه. این که همه شد اینه اما معناش این نیست، اونه اما معناش اون نیست. بابا تو ولی فقی یا پیستول پراید، همش در حال نوسانی که. بعد راستی مگه امام گربه گرید نمی گفت اقتصاد مال خره؟ چی شد حالا تو مثل خر تو اقتصاد گیر کردی؟ خب به جای اینکه موج مکزیکی بری مثل شیخ بری، برو سر اصل مطلبو بگو زهرخوری ادامه داره. در زمینه سیاست خارجی قدم بسیار مهمی در سال گذشته برداشته شد و امسال نیز ادامه خواهد یافت. در اولین قدم موفقیت آمیز توانستیم به توافقی ولو کوتاه مدت دست پیدا بکنیم و در واقع عرابه تحریم را متوقف کردیم. این مسیر ادامه خواهد یافت و در سال جاری امیدواریم بتوانیم به توافق نهایی دست یابیم. عرابه تحریم رو متوقف کردی یا عرابه اتمی رو تا رسیدن به توافق نهایی؟ یعنی همون زهرخوری با پاتی؟ فعلا پیمونه رو پر کن که سیدی بدجوری تو کفه. ما امشب زر بخور پیمونه پیمونه، ساقی مه پیکر تو شیخ فریدونه، اونقدر کوتا بیا تا چفشی تو تا بود، اون که باز شاهی کنه رفتن جاری جونه. بله رفسنجانی جون بادم جون، واسه این که استارت اکبرشاهی رو بزنه یه پیام نوروزی عزماکش داده. بگه ما هم بله، پیام کوتاهه اما کوتاهی و بلندیش مهم نیست، مهم زبون درازی کوسه است. سال نو مبارک، بر سر آنم که گرز دست براید، دست به کاری زنم که قصه سراید، یعنی بابای خامنه ای در آید. سالی سرشار از سازندگی، شکوفایی و رونق را در سایه اعتدال و در پناه امن الهی برای آحاد ملت ایران از غلط می نماید. چه غلط ها؟ حالا کارت به جایی رسیده که با شعر حافظ به سید علی سیخ می زنی؟ بر سر آنی که گرز دست براید، دست به کاری بزنی که قصه سر آید. تو که دست به کار خوروندن زهر به سید علی شدی که، بدبخت کدوم قصه سر اومد؟ تازه اول قصه هاست. با این کارایی که تو میکنی هر نهایه از تن سید علی با کل نظام و خودت جان به در آید. میگی نیستم قلبت خورده ترک، خب به درک، خب به درک. میگی نیستم موندی تنها ترک، خب به درک، خب به درک. ای عشقه تمسا میریزی که چی بشه، شب و روزات باید با هم یکی بشه. آلبوم اکسامون رو قیچی میکنم، تموم اکسامون باید تکی بشه. میگی نیستم قلبت خورده ترک، خب به درک، خب به درک. میگی نیستم موندی تنها ترک، خب به درک، خب به درک.
شکار.